سحرگاه که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه نهادم عقل را ره توشه از می ز شهری هستیش کردم روانه وجود ما معمایی است ای حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه نهادم عقل را ره توشه از می ز شهری هستیش کردم روانه سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه نهادم عقل را ره توشه از می ز شهری هستیش کردم روانه سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه نهادم عقل را ره توشه از می ز شهری هستیش کردم روانه پا به هر جامعه نهی دان که نصیبت می برد گفته صاحبی بزرگ پس سعید دباج را و محمد میرزازاده را و امیر میرزایی را و مات منستاد را نصیبه آب و خاک وطن ما کشیده بوده است که تبل شادی زدن و سنا و سلای بهار گفتن نصیبشان گشت امسال در وطن نوروز در تاجیکستان مهمان نواز و بهتر از جان عبدالمومن شریف هنرمند هوشمند اعتراف شده تاجیک چون یک نفر میزبان و پاسدار رسم خوب تاجیکان آغوش مهر کشاده سوی دوستان و ایشان را دعوت کرده به یک گوشه زیبای تاجیکستان خنده گل و سبرگه دیارش را صوت و ساز نم نمک بارانش را رقصیدن و زلقیدن مهسزارانش را خلاص فسانه طبیعت وطن را نیت قصه کردن دارد عبدالمومن برای مهمانان ناز یک خیال بود یا نیاز روحی ما که خواستیم ایشان یک لحظه باز کرده باشند در دل را بسوی ما نیست تا ما توانسته باشیم بکشایم اسرار نهان ایجاد را و معنی هنر را و موجب بودن هنرمند را از انا همین به هم آمدن ها از با هم سختن ها با هم چیز ساختن ها چیز سوده برداشته باشد روح و روانی اول خود ایجادکار بعدن جهان معنوی بیننده و شنونده ما زندگی کردیم اون رسالتی که در ما هست در ایجادکار من منظورم خب ایجادکار که اگر نسوخت نساخت مفهوم زندگی در خلق کردن است اگر رشد و تعالی فرهنگ هست که تمدن‌های بزرگ رو به وجود میاره موسیقی که ما میزنیم واقعا غذای روحه و شعراش هم که از حافظ روحانی است و چیزیست که تمام فارسی زبان ها و تمام کسانی که فارسی بلدن لذت میبرن ازش و روحشون شاد میشه حافظ همیشه به آدم امید میده خیلی که تنی من نیاز به غذا دارد روحم هم همچنین قلبم هم همچنین نیاز دارد و این کاری که من میکنم این چیزی که ما کردیم نمیدونم چی بود یک غذای خوبی برای روحی من بود برای قلبی من بود و من خدا خواهد بعد این چند وقت سیر میگردم ما با شما با مهمان های بسیار گرامی با مهمان های بسیار ارجمند در نوروز
دیدار میبینیم. مثل که شما پیک بهار هستید در تاجیکستان نازنین ما و مبالغه هم نمیشود و شما هم شاهد هستید که چگونه بهار وطن من نازنین است. زیبو است مثل یک دختر قدر است که هم قدی برنا دارد، هم چشم شهلا دارد، هم کمون ابرو دارد، هم گیسوهای شکن در شکن دارد. یا نه هرچی نقضی است در تاجیکستان است. چه بگویم؟ من بگویم وصف تاجیکستان خواهد بود که نگار میفروشم اشوهی داد که ایمن گشتم از مکر زمانه. ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه، نبندی زان میان طرفی کمروار اگر خود را ببینی در میانه. و آخرش هم حافظ تمام میکند که وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه. بله. آمد بهار دوستان، منزل به سرویستان کنیم، تا بخت در روح خفته را چون تخت سرویستان کنیم. ای بر قوت را یافتی تا شاخ را بیش کافتی، چون رستی از زندان بگو تا ما در این حبس آن کنیم. مات مستادی تبل نواز نروژی زبان ما رو نمیدانیست، اما مثل که از آهنگ صدا یا از پلاستیکه باطن حاضرین معنی صحبت رو درک میکرد که گاها با اشاره سر اندیشه رو تصدیق میکرد، گاهی دیگر جدی میشد، گاهی دیگر همراه دوستان میخندید. بالاخره خاموشی رو شکست و در صحبت همراه شد. از زبان انگلیسی یک کمی آگاه هستیم، اما ماز که با زبان مادریش با زبان نروژی صحبت کرد، سعید دباج ترجمان شد. تجربه بسیار نقضی بود است برای ایشان و بهار اینجا شبیه تابستان نروژ نروژیا است. تشکر بسیار میکنم برای این حالت، برای این پذیرایی زیبایی که از ایشان شده است و مهمان نوازی که ایشان دیده است. و تشکر میکنم از ما دوستان که همراهش اینجا بودیم و میگوید که متاسفانه فارسی هنوز نمیداند یا تاجیکی، ولی برای دفعه بعد که میخواهد بیاید میخواهد چیزی یاد بگیرد قبل از آمدن. ما امیدواریم که این ارتباطات بتواند همچنان ادامه یابد. پایک بهار که اگر چهچه بلبلان باشد، اگر شیلدیروس جوی باران باشد، اگر خنده بیغش تیفلان باشد، واقعا هم ایجادکار اصیل باید که از گلهای اولین بهاری دسته بندد و با استقبال دلداده، با استقبال مادر، با استقبال چهره وطن شتافته باشد، با استقبال ایجاد نو شتافته باشد. پایک بهار در ایجاد شما چی فیض، چی برکت آورده باشد، چی بیداری، چی جنبش احساس میکرده باشد روان ایجادکار. در فرهنگ فارسی زبانان شروع بهار شروع زندگی است، گذر از دنیای کهن و وارد شدن به دنیای نوین. به خاطر همین همواره خود شروع بهار در تاریخ و فرهنگ و ادبیات ما نقش بسیار بسزایی داره. شروع زندگی است و شروع زندگی همیشه زیباست. بهار فصل ذوق و مستی است واقعا و من خوشحالم از اینکه در تاجیکستان اومدم و چون برای اولین بار بود ترانه‌هایی به زبان فارسی من درست کردم و دارم می‌خواستم برای کسانی که فارسی زبان هستن اینا رو اجرا کنم و خیلی خوشنودم از اینکه برای مردم زیبا و مهربان و خوشکلام تاجیکستان این کار رو کردم. گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم، ز جام وصل می نوشم، ز باغ عیش گل چینم، ز جام وصل می نوشم، ز باغ عیش گل چینم. شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد، لبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینم، لبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینم. مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز، سخن با ماه میگویم پری در خواب میبینم،
سخن با ماه میگویم، پری در خواب میبینم. لبت شکر به مستان داد و چشمت مهی به مهی خاران. منم که از غایت یه هرمان، نه با آنم نه با اینم. منم که از غایت هرمان، نه با آنم نه با اینم. موز مستی و رندی ز من بشنو نه از حافظ، که با جام و قدح هر شب ندیم ماه و پروینم. که با جام و قدح هر شب ندیم ماه و پروینم. گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم، ز جام وصل می نوشم ز باغ عشق گلچینم. ز جام وصل می نوشم ز باغ عشق گلچینم. هنرنمای گروه اجودی رو تماشا کردیم. هر دو ترانه‌ای که پیشنهاد شد غزل بابای حافظ بود یا نه؟ شعر موسیر برخوردی ذوق ایشان نباشد؟ البته هست. من همونجوری که گفتم چون بار اول است که با شعر فارسی موسیقی میسازم و حافظ کسی بوده که از آن 6 سالگی که من خواندن نوشتن یاد گرفتم، پدرم حافظ را به من معرفی کرد و از 6 سالگی تا حالا که الان 42 سالمه میخوانم و فکر میکنم تا آخر عمرم هم خواهم خواند. و همونجوری که گفتم حافظ همیشه با آدم امید میده، ولی این هیچ دلیل برای نیست که شعر معاصر این کار رو نمیکنه. شعر انشالله در موقعیت‌های دیگری حتما این کار رو خواهم کرد. من همین رابطه های فرهنگی با فرهنگ جهانی چیزم کرده باشد یا نه؟ چیزی؟ بله. اضافه کرده باشد؟ بله. شما نگاه بکنین هر آثار بزرگی که در تاریخ ادبیات به وجود اومده از برخورد بین فرهنگ هست. بله. و مسلمان از برخورد بین فرهنگ ها فرزندان نوین، ایده های نو، افکار نو به دنیا خواهد اومد. این همیشه بوده است و تا هستیم خواهد بود. پس باز چی نقشه ها باشد؟ چی نیت های نیک باشد؟ ما امیدوار هستیم از امسال بخش جوانران رو فعالتر بکنیم، ارتباط بین هنرمندان جوان تاجیکستان و هنرمندان جوان کشورهای شمال اروپا به ویژه. ما پیرمردها رو زیاد آورده است، نوبت جوانان است. بله، ما سعی کنیم تالنت های جوان تاجیکستان رو به شکار بنشینیم. اگر ترغیبگر حفظ کننده فرهنگ باشید، چون اون که مهمون هستید چند روز باز در تاجیکستان، از کدام بخش های فرهنگی، از کدام موضع های فرهنگی دیدن کردید و وضع فرهنگ تاجیکی ما رو در چه پایه دیدید؟ چه نمایشنامه ها بود؟ چه برنامه های کنسرتی بود؟ هر جا رفتیم صدای ساز و آواز می اومد و این بسیار برای ما جالب بود و در هر گوشه و کنار شهر جشن سرور بود و شادی. تئاترای بسیاری که در حال اجرا هست و اجرا خواهد شد، بعد برنامه رقص، گروه های رقص های مختلفی که ما دادیم اینجا، این گوشه های کمی از فرهنگ بزرگ مردم تاجیکستان ما چیزی ندیدیم، مشتی از نمونه خروار. چون آغاز صحبت از بهار بود، بهار در دیار شما چگونه باشد؟ پیک بهار چی باشد؟ در نروژ پیک بهار این است که زمستان سفید تمام شد و زمستان سفید شروع شد. زمستان سفید تمام شد و زمستان سبز شروع شده است. ما مردم شمال اروپا ما شوخی میکنیم، میگیم اینها مردم خوشبینی هستند، چون تمام سال رو به انتظار اینن که تابستون شاید هوا گرم شد و خوب، ولی هر سال بیشتر از 10 روز نمیشه. ما همیشه به امید هستیم که فردا آفتاب براید و چون خیلی کم برمی آید تمرین خوشبین شدن داره، خوشبین می شویم. پس در سردی ها و سفیدی ها مویه ایلهم چی باشد برای ایجادکار نروژی؟ برای ایجادکار نروژی امید به آینده که شاید آفتاب از هر گوشه ای براید. پرنده های مهاجر برمیگردن به نروژ و شما میتوانید صداهایی را که در جنوب آفریقا، شمال آفریقا، در جنوب اروپا بوده است را به وضوح در جنگل‌های اسلو بشنوید در نروژ و این خودش قول و امید زیادی دارد برای بهار.
این پرنده ها هم خوشبین هستن که میآیند آنجا هر سال برمیگردن و امید زم میکنن. اصلا به من اول پسند اومد آرامی نروژ، بسیار ملک آرام است، مردمش بسیار آرام هست و بعد آبادیش بسیار آباد است، بسیار زیباست با همه سردی هاش، با همه برفایش، با همه سفیدی ها، در حقیقت سفید است. اون سفیدی به قلب مردم اثر کرده. مستقل بودن هنر و فرهنگ به نظر من یکی از نکات بسیار مثبت در نروژ و کشورهای اسکاندیناوی، به خصوص در نروژ، شرایطی که برای هنرمندان مهیا است. ایجاد مو شما رو اینجا به هم آورده، یک درد سینه سوز و انم یک زحمت و یک شب زنده داری و بدور کشی، ان همون دردی که در عمق هر کدام مو هست. ایجاد سوال همین گونه، اگر همین گونه سوال پیش گذاشتن ممکن باشد، ایجاد چیست و ایجادکار کیست و رسالت ایجاد چی باشد؟ یه بحث بسیار عمیق علمی است که بخوایم میشه کتاب نوشت در موردش. مثلا مقوله فرهنگ چیست؟ فرهنگ کی تولید میشود؟ کی باز تولید میشود؟ خیلی ساده بعضی از فیلسوفان بر این اعتقاد هستن که کلن فرهنگ زمانی زاده میشود که انسان ها وقت اضافه دارن. وقت اضافه ای که صرف این نشود که بخوان از امروز تا به فردا زنده بمونه. این وقت اضافه است که فرهنگ رو به وجود میاره، که خرج سیر کردن شکم نیست، نمیشود. این موقع که این زمان به وجود بیاد که انسان وقت آزاد داشته باشد، این شروع کار ایجاد و زنده شدن فرهنگ است. حالا این وقت چقدر هست، تا چقدر گسترش دارد، این انواع اقسام فرهنگ و هنر رو مشخص میکنه. برای من یک حالت، یک احتیاج و یک اعتیاد است که باید این که حرفایی رو که آدم در دلش دارد اینها رو بشنوه، حالا یا از راه موسیقی یا از راه فعالیت‌های فرهنگی دیگر آدم بیان کند. این هم حرف زیبایی و حرف نقصی بود. چه خیلی که تن انسان مثلا امروز جامعه نیاز دارد به کشاورز، بله، که باید گندم کارد، آرد کند، میوه کند، برای اینکه ما همه غذا خوریم، این تنی ما با پا نیستند. و من فکر میکنم قلب انسانم، ما کشاورز قلب ها شاید، اگر شاید بلند نشد، ما مجبوریم کار کنیم، ما باید مجبوریم کشاورزی کنیم که این میوه فرهنگ رو آید و قلب های مردم گرسنه نمانه. بله، اگر هر صبح آفتاب از پس کوه بر اومده، نمیدونم در وطن شما کی میبروید، اما که در وطن ما هر صبح که از پس کوه میبروید، اگر هر صبح که آفتاب از پس کوه میبروید و با آدمان، اگر ابر نباشد، اگر ابر نباشد، شکرانه که ابر کم است در سمای ما، اگر هر صبح که آفتاب میبروید و با عالمیان یک کم گرمی، یک نور، یک صفا اهدا میکند، ما گمان میکنیم که ایجادکار مثل انا همون نوری هست، مثل انا همون آفتابی هست که با هستی خود، با ایجاد خود میتواند که محفل ها رو، قلب ها رو، یک نشست های خاصه رو نور باران کند. و اگر ایجادکار اصلید و اگر که پیک نوروز بود و شما قدم رنجه فرموده در تاجیکستان نازنین ما و به زیبوگی بهار وطن من که باز یک زیبوگی دیگر با پیشنهاد ایجاد خود زم کرده، سلامت باشید. مثل انا همون نوره بودید که امروز هم صحبت ما رو و هم مطمئن هستیم که جهانی معرفت و جهانی ذهن و ذوق بیننده بسیار ذکی و بسیار هوشمندی برنامه ما رو نیز نورباران کردید. بار دیگر نوروز نازنین براتون مبارک باشد و گل و سبرگه همه او آزادگی تاجیکستان چپویندازی مخمل نسار قدام مبارکتان. اسلای نروژ و دوشنبه تاجیکستان، فاصله راه از کجا تا به کجا؟ بحق است که میگویند هنر سرحد و زبان ندارد، باز هم بحق است که میگویند نوروز در آنجاست که یاران همه جمعند. پس خوش آمد بهار خرم به سرزمین ما، با صد هزار زینت و آرایش و با رنگ و بوی تیب. پس خوش آمد همه مهمونه که به وطن ما آمد چوپای که نوروز در روزهای اید. دیگر این مستی، این افسون، این لذت خداداد، یعنی چهره و جیلای وطن نازنین ما، از حدود دیده ها و شنیده ها بیرون رفت که بیرون رفت.